بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از کارهایی که با کمک تحلیل میتونیم بکنیم به دست بردن اطلاعات از یک انتگرال یا یک مدل دیفرانسیل با تحلیل عبادی. یکی این که اولش اون رو به شکل ساده ای در بیاریم، اونها رو ما انتگرال یا مدل دیفرانسیل یا حتی امکانی اطلاعات رو جواب به دست بیاریم. خب ما جاهایی تو فیزیک ما انتگرال یه جایی به مدل دیفرانسیل رو بریم. مثلا من تو مکانیک آماری میخوام توضیح ماکسول بولتزمن با یه سری انتگرال مواجهم، احتمال میخوام یه توضیح احتمال دارم، میخوام اطلاعاتی به دست بیارم را رجوع مومان های اون کمیت ها یه سری انتگرال باید بگیرم. مثلا میخوام محاسبه سطح یا حجم یا مثلا لختی دورانی یا مشابه اون بکنم با انتگرال رو و انواع چیزایی دیگه. یه جایی هم با مال دیفرانسیل. حالا فعلا خودمون رو به انتگرال محدود کنیم. تا به توضیح ماکسول بولتزمن یا هر تا به توضیح دیگه ای ما اگه شکلش رو داشته باشیم ما فرض میکنیم اطلاعات اولیه رو داریم. خب مثلا واسه تا به توضیح ماکسول بولتزمن، تا به توضیحمون متناسب با منهای ام وی دو روی کی تی با فرض اینکه ذرات بدون برهم کنش باشن، دمای سیستم هم ام باشه، ذرات با جرم ام، انرژی در واقع انرژی میشه به صورت ام وی دو نوشت، یک دوم ام وی دو نوشت. خب در این صورت تا به توضیح احتمال ما متناسب پایی. خب حالا من اول میخوام یه برآورد داشته باشم که سی چه کمیتی. ببینین من اگه این تا به توضیح احتمال باشه انتظار دارم اف وی دی وی بشه رو کل اون ناحیه ممکن که مثلا بین منهای بینایت تا بینایت این به هنجار بشه، بشه یک. خب این یک بی بوده، بنابراین سمت راست باید بی بود بشه، بنابراین این به من میگه این بوده سرعت داره، بنابراین باید این بوده عکس سرعت داشته باشه. این کلیه، یعنی من هر وقت با یه انتگرالی روبرو شدم جی یو دی یو، بوده این موجود هستش بوده این در بوده این. اگر کمیت بی بود بشه باید این عکس موجی یو از بودش عکس یو باشه. خب الان تو این مثال ما تابع نمایی بی بوده، چون تابع ای به توان یه چیزی اون موجودی اون بالا نشست بی بوده، پس سی باید بودش عکس بود سرعت بشه، یعنی باید بشه ال تی منهای یک، باید بشه ال منهای یک دی. از طرف دیگه نتیجه این انتگرال ما ببین این رو بنویسم سی ای به توان منهای ام وی دو روی دو کی تی دی وی، این نتیجهش یکه، ولی این انتگرال هستش بود این انتگرال هست قسمت اولش که بی بوده، قسمت دوم بود سرعت داره، این باید بود سرعت داشته باشه. خب من رو وی انتگرال میگیرم، این نتیجه این انتگرال هست سی ضرب در یک تابعی اسمش رو بزنم تابع اف از پارامترهایی که تو این مدل ظاهر میشه، پارامترهایی که هستن ام، کیه و تی. اما این پارامتر به شکل همینجوری به طور کلی همشون جدا جدا ظاهر نمیشن، با یه ترکیب خاص ظاهر میشن به صورت ام روی کی تی یا کی تی روی ام. یعنی در واقع درست دقیق تر اینه که بگم این هستی ضرب در تابعی از مثلا کی تی ام، چون در واقع من این انتگرال میتونم بنویسم بینهای بینهایت تا بینهایت ای به توان منهای وی دو روی مثلا چون دارم یو دو دی افی. خب که یو در واقع هستش رادیکال کی تی ام و بود یو بود سرعت ال تی ام. الان نتیجه این انتگرال باید کمیتی بشه که
بعد سرعت داره، تنها کمیت با بعد سرعت ما اینجا یو، پس این باید متناسب با یو باشه. من بدون اینکه محاسبه ای انجام بدم، میگم فقط از بعدی میگم، میتونم یه تغییر متغیر بدم، اسم مثلا وی یوم که کمیت بی بوده اسمش بذارم وی کلا، برای صورت دی وی میشه یو دی وی کلا، یعنی این انتگرال تبدیل میشه از منهای بی نهایت ای به توان منهای وی کلا به توان دو، دی وی هم میشه یو دی وی کلا. این موجود یک کمیت بی بود یا عدده، حالا من کاری ندارم عددش چیه، نتیجه اینه که خلاصه این انتگرال ما سی، اینی که می‌خواستیم حساب کنیم ضرب در اون انتگرال مقدارش شد یو، که یو هستش کی تی اموم، البته یه ثابتی هم کماکان میتونه باشه، پس در واقع سی هست، این ضرب در این ضرب در یه ثابت باید بشه یک، ضرب در یه ثابتی مثلا چون دارم سی صفر، از اینجا سی متناسب میشه با ام روی کی تی. اگر این انتگرال رو به دقت حساب میکردیم، نتیجه ای که ما تعلبادی به دست نمیاریم و از محاسبه دقیق به دست میاد این بود جوابش این، ولی ما تعلبادی فقط به دست میاریم تابعیتش به صورت ام روی کی تی، جذر ام روی کی تی. پس تابع توزیع احتمال ما در واقع میشه رادیکال 2PM روی KT ای به توان منهای M V2 روی 2KT. خب حالا مثلا فرض کنم با همین توضیح احتمال من میخوام انرژی متوسط رو به دست بیارم واسه یه تعداد ذره بدون برهم کنیش، تنها انرژی که وجود داره انرژی جنبشیه، بنابراین انرژی متوسط میشه متوسط V2، یعنی متوسط انتگرال وی دو سی ای به توان منهای ام وی دو روی دو کی تی دی وی. خب الان این کمیت یا ام دوم سی را مقدارش رو به دست آوردیم، بود رادیکال دو پی روی ام کی تی، این انتگرال هم هست وی دو ای به توان منهای ام وی دو روی دو کی تی دی وی. این کمیت این انتگرال بودش هست وی به توان سه، که در واقع تنها کمیتی با بود سرعت که داشتیم اینجا یو بود، این رادیکال کی تی ام. پس نتیجه میشه انرژی متوسط میشه ام دوم دو پی ام روی کی تی یو به توان سه، که یو به توان سه هست رادیکال کی تی ام به توان سه، که این و با یه ضریبی البته یه سی یک که KT به توان سه دوم و KT به توان منهای دوم، اینجا نتیجه M هم هست میشه میشه KT، انرژی متوسط متناسب با KT. خب یه نوع استفاده دیگه، یه جاهای دیگه ای که از تل عبادی میشه استفاده کرد در محاسبه حجم یا سطح، مثلا فرض کنیم سطح دایره رو میشه انتگرالش به سادگی گرفت، یا مثلا مربع مستطیل، بلالا فرض کنیم دایره، مساحت دایره‌ای به شعاع R یه انتگرال دوگانه است که مرزش هست x2 به علاوه y2 مساوی R2. خب این انتگرال میشه به سادگی گرفت، مقدارش هست PR2. خب باز در واقع بدونی که محاسبه هم کنیم، نتیجه این انتگرال یه دونه طول مشخصه داشت، برای این مساحت باید بشه همون طول مشخصه تا اون دوز روی ضریب ثابت، یعنی میتونستیم بدون محاسبه هم بگیم که این از R2 در یه ثابته، که اون ثابته از انتگرال از محاسبه تحلیل انتگرال دست میاد که پی. خب اما از اینجا یه انتگرال هایی رو میشه به دست آورد که به این شکلی که اگه من بیمی تقریب متغیر بدم، اسم X آروم رو بذارم U، اسم Y آروم رو بذارم V، این انتگرال در واقع تبدیل میشه به R2 انتگرال دی U دی V که مرزش هست U2 برای V2 مساوی 1، این نتیجهش هست PR2. در واقع پس از اینجا به دست میاد انتگرال دی U دی V U V2، این هست مقدارش P. این در واقع مثل اینه که بگیم دایره به شعاع واحد U2 برای V2 مساوی 1، دایره به شعاع واحد یعنی مرزش U2 برای V2 مساوی 1
این مساحتش بی. خب حالا من میخوام راجع مثلا بیه بیزی حرف بزنم. بیزی که نیم قطراش آ و بی هستن، این در واقع این انتگرال رو من باید بگیرم، دی ایکس دی وای با که مرزش از ایکس دو و آ دو وای دو و بی دو مساوی یک. این میخوام ببینم چی میشه. این رو در واقع من بیام اگر این کمیتمون بی بود کنم، اسم ایکس آمو بذارم یو کلا، اسم وای بیومو بذارم وی کلا، این نتیجه میشه آ بی انتگرال دی یو کلا دی وی کلا که یو کلا دو علاوه وی کلا دو یک. اما این همین انتگرالی که این بالا داشتیم اینجا داشتیم که مقدارش پی بود، پس نتیجه میشه که این مساحت هست پی آ بی. همین کار رو من میتونم واسه حجم بکنم. حجم یه کره هستش 4/3 پی آر سه. اگر این رو داشته باشم میتونم حجم یک بیزیگون نوار رو به دست بیارم که مقدارش میشه 4/3 آبی سی. یا شبیه همین کار رو میتونم واسه لخت دورانی انجام بدم. برای یه دایره لخت دورانی رو حول محوری که عمود بر صفحه دایره باشه، دیسک باشه، مقدارش میتونیم حساب کنیم، انتگرالش سخت نیست، از مقدارش ام آر دو دو. اگه باید مخواستم انتگرال رو بگیریم این بودش دی ام در ایکس دو به علاوه وای دو. اگر جن بر وای دو سطح اسمش میذاشتیم سیگما، این در واقع بود سیگما دی ایکس دی وای که سمت چپ رو در واقع میشه نوشت سیگما پی آر دو آر دو دو هم یا سیگما پی آر چهار دوم. سمت راست هم بیامی تغییر متغیر بدیم، اسم ایکس آروم رو بذاریم یو، اسم وای آروم رو بذاریم وی، میشه سیگما آر چهار انتگرال یو دو به علاوه وی دو دی یو دی وی با فرض اینی که مرزش یو دو به علاوه وی دو یک باشه. خب از اینجا اینا رو با هم ساده کنم، نتیجه میشه که انتگرال یو دو به علاوه وی دو دی یو دی وی با مرز یو دو به علاوه وی دو مساوی یک مقدارش هست پی دو هم. در واقع این دوتا انتگرال هم برابر هم هستند. در واقع انتگرال یو دو دی یو دی وی با انتگرال وی دو دی یو دی وی که مرزشون یه دایره به شعاع واحده، این دوتا دوران مرز پی دومن و با هم دیگه برابرن، هر جمعشون شده پی دوم، پس هر کدومشون پی چار. حالا اگه من میخوام لخت دورانی واسه یه بیزی حساب کنم در نسبت به محور زد که عمود بر صفحه بیزیه، یه دیسک بیزی شکل با نیم قطرهای آ و بی، در اون صورت لختی دورانی واسه این بیزیه دیسک بیزی شکل هستش انتگرال دی ام ایکس دو به علاوه وای دو که مرزش هست ایکس دو به آ دو به علاوه وای دو به بی دو مساوی یک. این رو باز میتونم اینجوری بنویسم سیگما دی ایکس دی وای ایکس دو به علاوه وای دو با مرز، حالا باز بیام تغییر متغیر بدم، اسم ایکس آمو بذارم یو کلا، اسم وای بیامو بذارم وای کلا، آی به دست میاد سیگما آبی انتگرال دی یو کلا دی وی کلا آ دو یو کلا به توان دو بی دو وی کلا. اما این رو میشه نوشت آی یو کلا دو دی یو کلا دی وی کلا، همین انتگراله که مقدارش از پی چهارم و انتگرال بعدی هم همینجور پی چهارم بی دو پی چهارم که نتیجه میشه سیگما آبی چهارمه آ دو به علاوه بی دو. پس از اینجا آی واسه دیسک بیزی شکل با چگال یک نواخت میشه ام چهارم آ دو به علاوه بی. همین کارو واسه یه بیزی گونه دوار هم میشه به دست آورد که با استفاده از کره. خب
مسئله دیگه ای که میشه حل کرد با همین روش بیبوت کردن اینه که بیایم مطالعه کنیم یه مسئله جرم و فنر، حالا فنر ایدئال و هماهنگ باشه یا نه هماهنگ نباشه. اول حالت ساده هماهنگ رو نگاه کنیم، یه جرم M در نظر بگیریم، به یه فنر بذاریم سختی کا برابر وصله، این رو بنزه آ منحرفش کنیم دامنش و با سرعت صفر رهاش کنیم. انرژی این در هر لحظه هست، اگر فرض کنیم که به فنر هماهنگه و در لحظه صفر هم فرض کنیم سرعت سکون رها میشه، از اینجا x نقطه به توان دو این وقتی جذر بگیرم هم علامت مثبت رو در نظر بگیرم هم منفی، در واقع اتفاقی که میفته این فنره وقتی از این بنز آ کشته میشه رها میشه، در یه نواحی سرعتش منفیه، در یه نواحی سرعتش مثبته، در واقع بعضی جاها باید علامت منفی رو نگه دارم، بعضی جاها علامت مثبت رو، کافی من یه تیکش رو نگه دارم، مثلا یه تیکه که مثبته من از اینجا نیچه اون یه چهارم دور است، این هست اندهی و علامت مثبت نگه دارم. خب از اینجا پس دوره میشه چهار ام کا آ دو انتگرال صرف تا آی دی ایکس به رادیکال یک منهای ایکس دو با آ دو. خب الان توجه داریم این انتگرال بودش بود طوله، مخرج بدون بوده، صورت بوده طول دارن، این کمیت میشه بوده طول و تنها کمیتی که با بوده طول داریم توی این انتگرال آه، پس نتیجه باید متناسب با آ باشه. پس بدون هیچ محاسبی الان من میتونم بگم که این متناسب با ام کا آ دو ضرب در آ که این حذف میشه، میشه رادیکال ام کا. میتونستم انتگرالم حساب کنم یالا به این طریق که چه میدونم اسم x آمو بذارم u، این انتگرال تبدیل میشد و صفر تا یک a دیه u به رادیکال یک منهای u دو، که این انتگرال مقدارش پی دومه. که اگر این کارو میکردم اولا اینجا واضحه که متناسب با a میشه و t جواب دقیقش میشه دو پی رادیکال m کام. حالا اگه فنر رو ایدئال نمیگرفتم، مثلا فرض کنیم متناسب با انرژی پتانسیلش رو مثلا میگرفتم آلفا x4 متناسب با x4 میگرفتم، اون موقع این رابطه به این شکل در میومد و همه چی شبیه همین جا بود، فقط این رابطه ای که اینجا داشتیم میشدش رادیکال m آلفا a4 انتگرال dx به رادیکال یک منهای x4 به a4. خب از اینجا باز واضحه که این کمیت باید بودش بود طول باشه که آست، پس نتیجه میشه رادیکال ام آلفا یه ای میومد بیرون که باید تو میشه ای دو، یا این متناسب با یه ضریبی میمونه، یعنی تی میشه متناسب با ام آلفا اوم یک اوم. برای فنر هماهنگ دوره متناسب با مستقل از دامنه شد، ولی مثلا واسه آلفا ایکس 4 دوره متناسب با عکس دامنه است، به صورت یک روی آست.